مغز انسان برای دانشمندان هنوز هم یک معمای بزرگه. خیلی‌ها تصور میکنن که ما فقط از 10% پتانسیل مغز خودمون استفاده میکنیم. اما در حقیقت از اونجایی که عمده فعالیت مغز به صورت ناخودآگاه انجام میشه، ما متوجه بیشتر فعالیت‌های مغزی خودمون نیستیم و به خاطر همین از بعضی از ویژگی‌های ناخودآگاه خودمون استفاده می‌کنیم، حتی اگر متوجه این مسئله نباشیم. اما آیا می‌دونستید که می‌تونید ناخودآگاه خودتون رو فریب بدید؟ مثلا تصور کنید که توی یک تعطیلات نسبتاً طولانی تقریباً هر شب رو بیدار بودید و صبح‌ها خوابیدید. توی پایان تعطیلات شما باید ساعت بدنتون رو دوباره تنظیم کنید تا بتونید سر حال و پر انرژی به سر کار خودتون برید. برای حل این مسئله یک ترفند ساده وجود داره. کافیه که مدت کوتاهی غذا نخورید. اما چطور همچین چیزی ممکنه؟ تو این برنامه حقایقی عجیب و جالب درباره ذهن انسان و ویژگی‌های ضمیر ناخودآگاه رو براتون شرح میدم. رفتار انسان‌ها در حین مکالمه نکات زیادی رو در مورد جایگاه اجتماعی اونها مشخص میکنه. با یک نگاه به کسی که در حال صحبت با تلفن هست میتونید به ثروتمندی یا فقیر بودن اون پی ببرید. دانشمندان آمریکایی در تحقیقات خودشون به این نتیجه رسیدند. طبق آزمایشات اونها، افراد ثروتمند موقع صحبت کردن با تلفن اغلب حواسشون به چیزی پرت میشه. اونا خودشون رو با چیزی دیگه‌ای مشغول میکنن یا با وسایل دم دستشون بازی میکنن. علت این مسئله اینه که افراد ثروتمند چندان به عقاید دیگران متکی نیستند. بنابراین علاقه چندانی به صحبت با دیگران ندارند. حقیقت دوم، موسیقی میتونه حافظه رو برگردونه. دانشمندان پی بردن که موسیقی میتونه حافظه رو فعال کنه. شنیدن موسیقی حتی میتونه به کمک مبتلایان آلزایمر بیاد و بخشایی از حافظه اونها رو برگردونه. بنابراین اگر تلاشتون برای به خاطر آوردن چیزی موفقیت آمیز نبوده، گوش دادن به موسیقی احتمالاً میتونه کارساز باشه. علت این مسئله اونه که موسیقی میتونه روی تمام قسمت‌های مغز شما تأثیر بذاره. علاوه بر این، ما احساسات خودمون رو به موسیقی پیوند میدیم و به همین خاطره که وقتی موسیقی خاصی رو میشنویم، خاطراتمون رو به وضوح به یاد میاریم. آدم‌ها موقع پیغام دادن بیشتر دروغ میگن تا زمانی که در یک گفتگوی رو در رو باشن. علت این مسئله اینه که دروغ گفتن به صورت رو در رو به تلاش زیادی نیاز داره. به علاوه باید طبیعی به نظر برسه. باید حالت صورتتون رو باورپذیر نگه دارید و زبان بدنتون رها باشه تا شخص مقابلتون حرفتون رو باور کنه. اما موقع پیغام دادن مجبور به انجام هیچ کدوم از این کارها نیستید. تحقیقات جدید نشون داده که آدم‌ها موقع پیغام دادن بیشتر مواقع دروغ میگن. دانشمندان برای پی بردن به این مسئله دست به آزمایش جالبی زدن. اونها به نفر اول مقداری پول میدادن تا اون رو با نفر دوم که از طریق پیام با اون تماس گرفته بود تقسیم کنه. نفر دوم از مقدار پولی که در اختیار نفر اول قرار میگرفت اطلاعی نداشت. نتایج این آزمایش نشون داد که تقریباً همه شرکت کنندگان، حدود 99%، درباره مبلغ اولیه پولی که به اونها داده شده بود دروغ میگفتن و به نفر دوم که از طریق پیغام با اون در تماس بود کمتر از مقداری که باید پول میدادند. علاوه بر این، بیشتر کسایی که مسئول تقسیم پول بودند اصلاً احساس گناه نمی‌کردند، چون کسی که با اون از طریق پیام ارتباط داشتن به اندازه کافی براشون واقعی به نظر نمی رسید. به گفته دانشمندان، شما میتونید با توجه به کفش‌های دیگران به نکات زیادی درباره شخصیت اونها پی ببرید. برای مثال، افراد دقیق و باریکبین کفش‌های نو و تمیز به پا می‌کنند، چون دوست ندارن که وقتی چشمشون به کفشاشون میافته احساس بدی پیدا کنند. کفشای راحت تقریبا همیشه نشون دهنده خوب بودن شخصیت صاحبش است. افراد خونسرد و آروم هم اغلب به دلایلی کفشایی میپوشن که راحت نیستن. نوشیدنی‌های ورزشی تبدیل به یک تجارت عظیم شدند و پول زیادی رو نصیب تولید کننده های خودشون میکنن. به همین دلیلی که تبلیغات زیادی برای اونها میشه و تلاش میشه تا مردم رو متقاعد کنن که این نوشیدنی‌ها فواید زیادی دارن. اما همه پیشرفت و بهبودی که با خوردن اونها در عملکرد ورزشی شما ایجاد میشه در برابر لذتی که نوشیدن قند فراوان این نوشیدنی‌ها براتون میاره هیچه. بله، نوشیدنی‌های ورزشی مؤثر هستن، اما نه به خاطر فرمول جادویی که دارن، بلکه به این دلیل که مغز شما قند موجود در اونها رو پاداش تلاش‌های خودش تلقی میکنه و بنابراین عملکرد شما بهبود پیدا میکنه. در حقیقت اصلا نیاز نیست این نوشیدنی ها رو بخورید و کافی است بدون قورت دادن اونها رو توی دهانتون بچرخونید و همون لحظه رو دریافت کنید. اگه به دنبال یک جایگزین سالم و مناسب برای نوشیدنی های ورزشی هستید، برای خودتون اسموتی درست کنید یا یک عدد موز بخورید. کسانی که به آینده فکر نمی کنن شادتر از کسانی هستن که برای آینده خودشون برنامه ریزی می کنن. واضحه که بین فکر کردن به رانندگی با یک ماشین یا رانندگی با اون ماشین در واقعیت تفاوت زیادی وجود داره. در حقیقت فکر کردن به آینده فقط زندگی ما رو خراب میکنه. شاید براتون عجیب به نظر بیاد، اما بعضی از زبانها در دنیا هستن که زمان آینده در دستور زبان اونها تعریف نشده. طبق تحقیقات کسانی که به این زبانها صحبت میکنن در زمان و مکان فعلی بهتر تصمیم میگیرن و در مجموع افراد شادتری هستند. موسیقی به ما قدرت بیشتری میده. بیشتر افراد موقع ورزش کردن به موسیقی گوش میدن. دانشمندان معتقدن این کار نه تنها برای گوشهای ما لذت بخش هست، بلکه برای سلامت ما هم مفیده. طبق تحقیقات موسیقی عملکرد ما رو ارتقا میده. باعث میشه بتونیم وزنه ها رو به مدت طولانی تری بالا نگه داریم و سرعت دویدن ما رو بیشتر میکنه. این تاثیر به ویژه زمانی بیشتر میشه که ریتم موسیقی با ریتم ورزش کردن ما هماهنگ باشه. در این صورت به تلاش کمتری نیاز خواهد بود. اما ورزش کردنتون کماکان تأثیر خودش رو داره. همینطور زمانی که ذهن ما درگیر احساساتمون نباشه و به جای اون مشغول گوش دادن به موسیقی باشیم، طاقت و تحمل ما بیشتر میشه. خوشبویی جذابیتتون رو بیشتر میکنه. تحقیقات دانشمندان بریتانیایی نشون داده که کسانی که بوی خوبی میدن از نظر دیگران افراد جذابتری هستند. این دانشمندان در آزمایش خودشون شرکت کنندگان رو به دو گروه تقسیم کردند. یک گروه از عطر استفاده کردند و گروه دیگه نه. بعد از اون از شرکت کنندگان فیلم گرفتن و اونها رو به یک گروه سوم نشون دادن تا میزان جذابیت هر کدوم از اعضای گروه‌های اول و دوم رو با توجه به فیلم‌ها تخمین بزنن. نتایج آزمایش حیرت انگیز بود. کسایی که به خودشون عطر زده بودن جذابتر به نظر می رسیدن، با وجود اینکه اعضای گروه سوم نمیتونستند بوی بدن اونها رو احساس کنند. به گفته دانشمندان آدم‌ها وقتی میدونن که خوشبو هستن اعتماد به نفس بیشتری دارند. بنابراین فراموش نکنید که استفاده از عطر کمک میکنه اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید و جذابتر به نظر برسید. با گرسنگی کشیدن میتونید ساعت بدنتون رو تغییر بدید. برای همه ما به ویژه در تعطیلات یا مسافرت پیش اومده که چندین شب رو بیدار موندیم و صبح‌ها خوابیدیم، اما بعد از مدتی شب بیداری مجبوریم ظرف چند روز ساعت بدن خودمون رو دوباره تنظیم کنیم تا بتونیم بعد از این مدت سر حال و پر انرژی به سر کارمون بریم. درسته که میتونیم با زودتر بیدار شدن سعی کنیم برنامه جدیدی رو به بدنمون یاد بدیم، اما این به این معنی هست که تا وقتی هنوز ساعت بدنمون تنظیم نشده باز هم دیر میخوابیم و با زودتر بیدار شدن خواب کمتری خواهیم داشت. بنابراین روش چندان خوشایندی نیست. اما روش دیگه‌ای وجود داره که بدن رو از نوع تنظیم و ساعت درونی اون رو درست میکنه. برای این کار کافی است که به مدت 16 ساعت چیزی نخورید. نکته اینجاست که ساعت زیستی ما دقیقاً به همون اندازه به غذا وابسته است که به نور. بعد از حدود 16 ساعت بدن به تدریج کنترلش رو از دست میده و تنها چیزی که میخواد غذاست. بنابراین همون زمانی که شما شروع به خوردن بکنید رو صبح تلقی میکنه و ساعت بدنتون از نو به صورت خودکار تنظیم میشه. خوابیدن به شما کمک میکنه اطلاعات رو به خاطر بسپارید. اگه مجبور هستید اطلاعات زیادی رو یاد بگیرید، بهتره که کار یادگیری رو یک روز قبل از زمانی که به اون اطلاعات نیاز دارید شروع کنید. به ادعای دانشمندان خیلی مهمه که شب قبل از امتحان خواب خوب و کاملی داشته باشید. تحقیقات نشون داده که اگه یادگیری چیزی رو یک روز قبل از امتحان شروع کنید تأثیر بیشتری میذاره تا اینکه اون رو 20 دقیقه قبل از امتحان یاد بگیرید. وقتی خواب هستید مغز شما اطلاعاتی که در طول روز به دست آورده رو پردازش میکنه. نحوه عملکرد اون مثل یک کامپیوتره. وقتی بقیه برنامه ها رو میبندید سیستم اصلی سریعتر کار میکنه. این مسئله در مورد مغز هم صدق میکنه. وقتی نیازی به کنترل بدن نباشه مغز اطلاعات رو خیلی سریعتر پردازش میکنه. رنگ قرمز به برنده شدن شما کمک میکنه. دانشمندان بریتانیایی به این نتیجه رسیدن که تیم‌هایی که لباس قرمز رنگ دارن در مقایسه با سایر تیم‌ها شانس بیشتری برای برنده شدن توی مسابقات رو دارن. این مسئله در مورد همه ورزش‌ها صدق میکنه. هم ورزش‌های تیمی و هم ورزش‌های انفرادی. البته اگر حریف شما قهرمان رشته خودش بوده باشه و بار اولی باشه که شما در یک رقابت شرکت می‌کنید، رنگ قرمز کمکی به شما نمی‌کنه. اما اگر شانس برابری با حریفتون داشته باشید، رنگ قرمز می‌تونه به شما کمک کنه که مسابقه رو ببرید. به اعتقاد دانشمندان علت این مسئله اینه که رنگ قرمز تداعی کننده چیرگی و برتری است. فروشنده‌های با تجربه میدونن که اگر چیزی که میخوان به شما بفروشن رو لمس کنید احساس میکنید که میخواید اون رو بخرید. به همین دلیله که وقتی میخواید ماشینی رو بخرید به شما اجازه میدن که پشت فرمونش بشینید و اون رو امتحان کنید. ما حتی آمادگی اون رو داریم که برای چیزهایی که لمسشون کردیم پول بیشتری بدیم، چون یک بار که اونها رو لمس کنیم اونها رو مال خودمون تلقی میکنیم. این مسئله از زاویه دیگه‌ای هم صدق میکنه. اگر اجازه لمس چیزی رو به کسی ندن در بیشتر مواقع کسی اون رو نمیخره. علت این مسئله این هست که آدم‌ها فکر میکنن اون چیز قابل اطمینان نیست و میتونه به راحتی بشکنه یا خراب بشه. هر کدوم از گوش‌های ما چیزها رو به شکل متفاوتی میشنون. به ادعای دانشمندان گوش چپ ما چیزها رو به شکلی متفاوت از گوش راست ما میشنوه. گوشهای چپ و راست ما به خاطر متفاوت بودن وظایف نیمکره‌های مغز رشد متفاوتی از هم دارن. در نتیجه ما صدای حرف زدن رو با گوش راستمون و صدای موسیقی رو با گوش چپمون بهتر میشنویم.